یک دو سه. من لاغر نیستم، الفم، الف انتهای نام خدا. به نام خدا. سلام به همه تون که من تصویر نیمه تاریک محوی رو به خاطر وجود این پروجکشن های نور، ولی در قلبم عشق شما که رشته های جان این سرزمین هستین، شبیه دانه های بلوط در حال ترکیدن و جوان زدن. یه اتفاقی افتاده پیش از من و اونم سخنرانی سمانه بوده. خیلی سخته که آدم بخواد بعد از سمانه روی صحنه بیاد و حرف بزنه. کارو برای من خیلی سخت‌تر کردی و فکر می‌کنم هر آن چیزی که ما باید می‌گفتیم تو زیستی. احمد شاملو خطاب به ایران درودی میگه آن چه ما از آزادی نتوانستیم بگوییم تو تصویرش کن. و هر آن چیزی که ما از زندگی می‌خواستیم درباره‌اش حرف بزنیم، راجبش شعر بگیم، راجبش سفر بریم، فیلم بسازیم، تو زندگیش کردی و بودن انقدر حیرت انگیزه و شگفت انگیزه که هیچ چیزی نمیتونه این لذت لایتناهی بودن رو جایگزین باشه. من خودم گمان میکنم اگر با همین ذهن آگاهی، حتی اگر یک کارتون خواب در یک پل محقر چرک هم می بودم، به همین میزان از بودن لذت می بردم. چند میلیارد سال تمام اجزای عالم در اثر یک انفجار دچار انبساط بشن و کهکشان ها و منظومه ها شکل بگیرن. در یکی از میلیارد ها و میلیارد منظومه‌ای که وجود داره، یک گوی نیلگون شگفت قابل سکونت به نام زمین شکل بگیره و از خوش اقبالی ما هم بتونیم در این گوی نیلگون حضور پیدا کنیم و زندگی کنیم. چه انسان کربن‌های به هم چسبیده باشه و چه یک معنای متعالی در اون متجلی باشه، بودن اون اصل بی قیمت شگفته که هیچ چیزی نباید ما رو از اون منصرف کنه و از لذت بردن از اون آنی کیف نکنه. به افتخار سمانه دست بزنید، خواهش میکنم. ما بهت افتخار میکنم و خوشحالیم که وجود داری و خوشحالیم که برای بودنت تلاش میکنی. خواهش میکنم. اما فکر کنم بخشی از آدمایی که تو این سالن هستن منو میشناسن. ما لورها و زاگرس نشین‌ها وقتی کت شلوار میپوشیم انگار یکی ما رو دست انداخته و این تصویر آشنایی برای مخاطبین احتمالی من اگه در سالن هستن نیست، چون ما همیشه در کوه و جنگل و پای درختان بلوطیم و در حال معاشرت با اون دامنه‌های جادویی حیرت انگیز. بنابراین اگه شبیه اون چیزی که تا الان در رسانه‌ها از من دیدید نیستم، پوزش میخوام. به مرحوم کیارستمی گفتن چرا حتی توی سالن‌های کنفرانس عینک میزنی؟ گفت برای اینکه شبیه عکسام باشم. ببخشید که من الان شبیه ویدیوها و عکسام نیستم. قصه رو میخوام از اینجا شروع بکنم که من همسرم اهل کاشانه. چند وقت پیش در واقع چند روز رو در کاشان با هم گذروندیم و روز خیلی تلخی برای خداحافظیمون شکل گرفت. وقتی می‌خواستیم از هم دور بشیم، یک دلتنگی غیر معمولی از همیشه بیشتر به وجود اومد. ولی خب من ناچار بودم که برگردم به زاگرس و الگن. بنابراین ازش خداحافظی کردم، سوار ماشین شدم و برگشتم. چون مسیر طولانی بود، من شب رو در یاسوج، مرکز استانی که در اون زندگی میکنیم، توقف کردم و ماجرا همینطور ادامه داشت تا صبحش که ما معاشرتمون رو با کلام عاشقانه‌ای که مرسوم بین آدم‌ها آغاز کردیم. ولی احساس کردم که این دلتنگی خیلی غیر معمول تر از همیشه است.
اونجا ستاره به من گفت که چقدر دوست داشتم که تو الان در اینجا می بودی و با هم می رفتیم یک قهوه‌ای می خوردیم. من نتونستم تحمل کنم و ازش خواستم که به من بگه اگه یه عددی بگه که تا چند بشمر و من اونجا باشم که با هم بریم قهوه بخوریم. به شوخی گفت که تا 10 دوست داشتم میشمردم و تو اینجا میبودی. از اونجایی که خواستش خیلی برام ارزشمند بود شروع کردم به شمردن در واتساپ که با هم مکالمه میکردیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 و حتی طاقت نیاوردم که به 7 برسه. بهش پیغام دادم که من جلوی در خونه شمام، بیا پایین تا با هم بریم قهوه بخوریم. ستاره به گمان این که من دارم دستش میندازم یا میخوام به صورت مجازی در واقع این قهوه خوری رو در کنار هم تجربه بکنیم، رفت لم داد روی کاناپه و با من ویدیو کال کرد که حالا با هم قهوه بخوریم. گفتم نه، من کاملا دارم جدی میگم، من پایین جلوی در خونتون هستم و لطفاً بیا پایین. و همون لحظه دوربین رو چرخوندم و در حیات خونشون رو دید. خب ستاره خیلی مثل الان شما ممکنه متعجب شده بوده باشه که و شروع کرد به اشک ریختن که چطور ممکنه تو دیروز رفتی و الان من دلتنگت شدم و در 7 شماره برگشتی اینجا. اومد پایین پوشید و رفتیم با هم قهوه خوردیم و دلتنگیمون برطرف شد و من دوباره برگشتم. این عین حقیقته که روایت یک قصه‌ایه که اگر ستاره برای شما از اون روز تعریف می‌کرد این بود. اما این روایت شماره 2 که عنوان سخنرانی منه یا قصه دوم، یه قصه اولی هم داره. واقعیت اینه که وقتی من دلم تنگ شد و اون لحظات سنگین خداحافظی برام سخت بود، از رفتن منصرف شدم بدون اینکه ستاره بفهمه، برگشتم رفتم هتل مستقر شدم و از صبح زود رفتم جلوی در خونهشون وایسادم تا بگه دلم برات تنگ شده و کاش بودی و میرفتیم با هم قهوه میخوردیم. حقیقت اینه که من در 7 شماره از یاسوج به کاشان رفتم برای ستاره. بچه ها در اوراق و تاریخ طولانی این سرزمین ما قصه های دوم بسیاری کم داریم. چیزی که این زندگی بهش احتیاج داره قصه های بیشمار شماره 2 که باید آدم های باشن که قصه شماره 1شو به وجود بیارن. الگن به من قصه شماره 2 رو آموخت. اون چیزی که میخوام براتون تعریف کنم و آقای عزیزی هم بخشی از این تصویر سازیه که هرگز فکر نمیکردم یه روزی اون کودک در یک سالن بیسته و آقای عزیزی رو اینجا ببینه و این قصه رو دوباره باش بازخوانی بکنه. نمیتونید تصور کنید که شما به الگن من اخترکی که در جنوب غربی ایران مرتبطی. چیزایی که میگم اصلا شبیه به این که یه آدم 30 و چند ساله از کودکیش بگه نیست. شبیه اینه که مثلا راجع به 100 سال پیش 200 سال پیش راویان کاروانسراهای بین راهی شب وقتی میمونن تعریف کنن. من از جایی میام که در کودکیم نزدیکترین فناوری که در اونجا وجود داشت هواپیماهایی بودن که شب از فراز سر خانه های ما رد می شدن. در بدویترین حالت ممکن زیست کردیم با حداقل‌ترین چیزهایی که نمیتونید تصور کنید. فناورانه ترین چیزی که بر زمین ما داشتیم یک رادیو ضبط تکباند ناسیونال باتری خور بود که از اونجایی که اهالی روسا عاشق فوتبال بودن اینو میذاشتن وسط یک
میدون تور و نزدیک به 300-400 نفر دورین تک باند حلقه میزد تا گزارش بازی‌های شما رو بشنوه. و فوتبال یعنی هیجان، ولی چون اون تک بانده کفاف اینو نمیداد که اگه کسی وسط اوج فوتبال صداش در میومد ادامه بازی رو از دست میدادن، هیچ کس حق نداشت تا احساساتش رو بروز بده. سر اون باتری‌های پارس قوه بهشون گفتیم، هر بلایی می آوردیم که این بتونه بیشتر کار بکنه، چون با نزدیکترین اونها در شهر 100 کیلومتر فاصله داشتیم. 100 کیلومتر قاطر رو، نه ماشین رو. ببینید ما چجوری فوتبال شما رو دنبال کردیم. ما فوتبال رو به مثابه قصه میشنیدیم، نمیدیدیم. خداداد عزیزی تا اومدن اولین پوسترهای عکس‌هاتون که سالها بعد طول کشید تا به ما برسه، توی ذهن هر کدوم از ما یه شکل بود. قزاول تیزپای آسیا، هر کس از ما یک تصوری از شما داشت. میخوام بگم که من کجا بودم و چطور گذشت. اون چیزی که صفر شما بوده با فشردن یک دکمه به روشنایی می رسیدین، با یک شاسی آب از لوله برداشت می کردین، وقتی صبح ها می شین این چایساز رو می گیرین، پر می کنین، دکمه رو می زنین و یک دقیقه بعد آب جوش دارین، این فرایند برای مادر من چند روز طول می کشید. وقتی درخت به درخت، بلوط به بلوط دنبال شاخه‌های خشک می‌گشت تا بتونه سوخت خوراک، زمستون و اجاق خونه ما رو تأمین بکنه، صبح پیش از اینکه اهالی خونش بیدار بشن تا چشمه می‌رفت و با مشک آب می‌آورد و بعد توی آتیشی که به زحمت اون رو می‌افروخت، کتر سیاه به قول حسین پناهی، با کنده های بدسوز و نفت و عرق های کهنه های دلم گلم، حرمت نگهدار که این عشق ها خونبه های عمر رفته من است. پس این سرزمین دلایل کافی که من ازش منزجر باشم رو داره. یک کودکی که در نبودها و نداشتگی ها احاطه بود، در سیاهی های مطلق شبها. نمیتونید تصور کنید توی روستا فقط یک ساعت باشه و وقتی اهالی روزه میگیرن همه برای مثلا افطار کردن منتظر اعلام اون خانواده باشن که میتونید الان غذا بخورید. این حرف 20 خورده سال پیش ها، 20 سال پیش نیست. خلاصه صفر شماها در گوشه‌های پراکنده و جان این سرزمین سالها برای ما طول کشید. لامپ یک پدیده حیرت انگیز بود در زندگی ما. ساعتها با این دکمه بر می رفتیم که چجوری ممکنه این، آخه افروختن یک چراغ نفتی رو و مرارتش رو دیده بودیم. مگه ممکن بود یه دکمه رو بزنی و چراغ روشن بشه و اونم در این گستردگی به آدم نور بده؟ پای چراغ‌های نفتی پمپی توری که خودش یه باشگاه بدنسازی بود که این همیشه روشن باشه، ما مشق می‌نوشتیم. پس من میتونستم هر کسی باشم جز اون کسی که امروز میخواد فقط و فقط از عشق به سرزمینش با شما حرف بزن. آری الگن شبهای سیاه تاریک نامحدودی به من داد، اما من از فراز کرانه های همان سیاهی ها
طلوع کهکشان راه شیری رو با میلیاردها ستاره بارها دیدم. هزاران شهاب سنگ که این خیشاوندهای ما مرتب به ما سر می زدن. دست به بلوط زدیم و پاش شدیم و راه رفتن یاد گرفتیم. کم خوردیم ولی زنده موندیم. خیش به گرده کشیدن و زمین رو و اون زراعت مختصر رو در زاگرس بنا کردن و ما زنده موندیم و بزرگ شدیم. بعد از اون یه اتفاقی افتاد، برای ما جاده کشیدن و اما راهی در کار نبود. برای ما مقصدها به وجود اومد اما مقصودی شکل نگرفت. جاده هم که اومد پریهای مهاجر رو از الگن برد، از معاشرت موسمی هر ساله ما به هر ازگاه چند سالی یه بار رسیدیم. من بزرگ شدم با حیرت‌های بیشماری که از اون اقلیم همراهم بود. تمام آنچه که گفتم و برای هر کسی میتونه دلیلی بر نداشتگی باشه تبدیل به قصه های دومی شد که من معنای تازه‌ای رو پشتشون کشف کردم. از واقعیت ها به حقیقت ها رسیدم. دوره‌ای که ما باید کنکور میدادیم و درس میخوندیم خیلی مهندسی تو بورس بود، الان نیست که مثلا پزشکی خیلی جذاب شده. خانواده منم مثل همه خانواده های روستایی و دهاتی، نه به اون معنی که ممکنه شهرنشینان ما رو خطاب کنن، دوست داشتن که منم برم مهندس بشم. ولی من با مفهوم به اسم مجله آشنا بودم، کتاب میخوندم، در به در میگشتیم اون چیزهایی که بعدها وقتی تلویزیون وارد زندگیمون شد میدیدیم رو بریم پیدا بکنیم و بخونیم، بیاموزیم. و از دل مجلات به باز، به کلمات، به جمله ها، به آدم ها، به جاهای مختلفی ارجاع داده می شدیم که دوست داشتیم اونها رو بدونیم. و این منو مجذوب کرد که حتما برم سینما بخونم تا بتونم تمام آن چیزی که عین حقیقت ما بود رو به دیگران نشون بدم. تصورش خیلی باید براتون عجیب باشه، یک بچه‌ای توی دهات رشته ریاضی فیزیک با نمره‌های خوب یهو اعلام انقلاب کنه که من میخوام برم سینما بخونم. با تمام قبیلم جنگیدم برای اینکه بتونم موافقتشون رو جلب کنم که برم سینما بخونم. اونم نه بازیگری یا مثلا شاخهای جانبی. من یک هدف از سینما داشتم و اونم تصاویری بود که باید به شماها منتقل میکرد. احتمالاً تو ویدیوهایی که صفحه حرکت انسانی از ما منتشر کرد من به فرشته‌های شهر برلین اشاره کردم. فیلم بالهای اشتیاق رو آیا کسی هست که در این سالن دیده باشه؟ بر فراز برلین هم بهش میگن توی رو. متشکرم که دیدی. ویم وندرز این فیلم رو سال 1987 در آلمان ساخت، یک سال پیش از اینکه من به دنیا بیام و همه این قصه‌ها در الگن شکل بگیره. ولی موقعی که در کانون فیلم رشته سینما در بوشهر من این فیلم رو دیدم، مبهوت به صفحه سفید بعد از نمایش فیلم خیره شدم. برام حیرت انگیز بود. من رفته بودم سینما بخونم که این فیلم رو بسازم در الگن، و یک نفر یک سال پیش از این که من به دنیا بیام اونو در برلین ساخت و کلی هم بابتش تحسین شد. اونجا فهمیدم تنها نیستم و آدمایی هستن که از عهده
نشون دادن حقیقت در دنیا بر بیان. سینما از هنر برای من به شغل تبدیل شد و سالها در تهران در حاشیه شهر سینما ارتزاق کردم. در واقع حاشیه نشینش بودیم. تخصص هایی که داشتیم استفاده میکردیم. هیچ وقت جلوش نبودیم. یه روز یه اتفاقی افتاد و اونم این بود که من عاشق جغرافیایی به نام الگن بودم. یک نفر به من گفت که اوضاعش چقدر هولناک رو به نابودیه. تصور کنید به شما بگن که معشوقتون سرطان داره و زمان زیادی برای معالجش نیست. تمام اولویت هاتون تغییر میکنه. تمام چشم انداز هاتون به هم میریزه تا بتونین اونو مداوا بکنید. ماجرای بازگشت من به الگن از اینجا و از پس این قصه و قصه های شماره دو آغاز شد. زاگرس حالش خوب نیست. زاگرس بزرگترین و پهناورترین رویشگاه جنگلی و زیستگاه جانوری این سرزمین، جایی که حیات مستقیم میلیون ها نفر از هموطنان ما بهش وصله، اصلا حال روز خوبی نداره. و اگر در چند سال پیش رو احیا، مراقبت و حفاظت نشه، برای همیشه به نقطه بی بازگشت خواهد رسید. تصور شنیدن اینها برای آدمی که تازه داشت جا می افتاد و کارش پیش می رفت خیلی سخت بود. من تصمیم گرفتم برگردم و به اون جایی که همه عشق به بودن رو به من داد بهش کمک کنم. اجازه ندم این تومور بدخیم تر بشه. ولی خب دوستم نداشتم که وقتی برمیگردم باری به گردش باشم. دوست داشتم باری رو بردارم. تلاش کردم که خیلی راجبش بدونم این بیماری چیه، چرا به جونش افتاده، چجوری میشه کنترلش کرد و چجوری پیش بریم. تمام آنچه که ماجرای سیستماتیک بنیاد الگنه رو شما با یک جستجوی ساده در گوگل یا اینستاگرام میتونید دریافت کنید. اصلا موضوعیت این که امروز من اینجا وایسادم نیست. همه ماها به اندازه کافی دلایلی داریم که این سرزمین رو تنها بذاریم. دلایل زیادی وجود داره. و هر کس هم بره، نه سرزنشی متوجه اوست و نه نکوهش میشه. هنر در ماندن و نقطه ای از این سرزمین رو روشن کردن. بنیاد الگن یک چراغه که حالا نورش و شعلش انقدر بزرگ شده که بشه باش چراغهای دیگه ای رو روشن کرد. منتها شرطش اینه که چراغهای دیگه ای باشه. دقیقا ما این چراغ رو با شعله های جانمون روشن کرد. این اگه فرض کنیم یک تکه از خاک زاگرسه و توش یک دانه بلوط کاشتیم، من 20 دقیقه فرصت سخنرانی دارم، یعنی 3 تا سخنرانی من 1 ساعت میشه و در 24 ساعت من چند سخنرانی میتونم بکنم؟ 24 رو ضرب در 3 بکنیم. و اون 24 ضربه در 3 شده رو شما به حداقل 6 ماه ضرب کنید تا یک دانه جوانه بلوط سر از خاک بالا بیاره.
و 40 تا 60 سال طول میکشه تا اون بارور بشه، قد بکشه. و حالا تصور کنید در زاگرس هیچ درخت 40 و 60 سالی هم نیست. یعنی در 40 تا 100 سال اخیر هیچ جوانه بلوطی امکان رویش دوباره در زاگرس رو نداشته. و همه آنچه که ما داریم الان میکاریم 40 تا 60 سال دیگه بارور میشن. خیلی ترسناک. این قول مرحله آخری میمونه که آدم حتی برای باختن بهش آماده است. ولی ما این کار کرد، شروعش کرد. الان تنها نقطه از زاگرس که هزاران جوانه بلوط در اونجا در آرامش داره میخرامه، تمام پوشش گیاهی و علفیش احیا شده، گونه های دیگه جنگلیش احیا شده، گونه های مختلف جانوری بهش برگشتن. و همین چند روز پیش محیطبان ما با یه خرس مواجه شد، الگن. و الگن حاصل همه اون قصه های دومیه که ما یاد گرفتیم. اگه قرار 20 دقیقه راجع به یک چیزی، یک قصه شماره 2 تعریف بکنیم، یک قصه طولانی چند ساله شماره 1 پشتش باشه. به نظرم لازمه که روبروی خودمون در آینه بیستیم و بگیم آیا ما میخوایم یک قصه شماره 2 برای این سرزمین باشیم یا نه. وح چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینی مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. دوستتون دارم و امیدوارم یه روزی در حالی که دستاتون به خاک زاگرس آغشته است و دانه بلوطی رو اونجا در الگن کاشتید ملاقاتتون بکنم. همین. زندگی ارزش داره.